عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه گفت اگرچه کارشناسان دو طرف در سومین روز مذاکراتشان در ژنو دستاوردهای خوبی داشتند، اما هنوز موضوعاتی باقی مانده است. این مقام ایرانی بدون نام بردن از این موضوعات در ارتباط با اجرایی کردن توافقنامه ژنو اضافه کرد این مسائل در کانون دیدار احتمالی هفته آیندهش با هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار دارد. بر اساس توافق ژنو بین ایران و جامعه بین الملل که ماه پیش به امضا رسید، ایران متعهد شده روند توسعه بخش سوال برانگیز برنامه اتمیش را کاهش داده یا کاملا متوقف کند و در عوض برخی از تحریم‌های بین المللی علیه ایران کاهش یابد. تحریم‌های کمرشکنی که به اقتصاد ایران لطمه فراوانی زده است. به گفته حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی و تخصصی بین المللی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت کارشناسان اعزامی ایران به ژنو، در جمع‌بندی و گزارش نهایی هیئت‌های کارشناسی در مورد پرونده اتمی ایران صریحاً ذکر شده که طرفین مفاد پیمان ژنو را به طور همزمان و تمام و کمال به مورد اجرا خواهند گذاشت. روز دوشنبه آقای عراقچی گفته بود غنی‌سازی تا 60% ایده متعلق به مجلس ایران است و آشکار است هر آنچه از مجاری قانونی عبور کرده و به تصویب نمایندگان مجلس برسد، ما نیز باید آن را اجرا کنیم. عباس عراقچی تأکید کرده در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا، مذاکرات ژنو و اجرای کردن آن بدون شک متوقف خواهد شد. با این حال و بر اساس گزارش ها به نظر می رسد که مهمترین نقطه اختلاف دو طرف این است که جامعه بین الملل بر تعیین تاریخ دقیق انجام تعهدات ایران پیش از لغو تحریم های اقتصادی پافشاری کرده است. در حالی که تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش تاکید کرده، هدف طرفین مذاکرات ژنو این است که تا یک سال دیگر به توافقی بلند مدت دست یابند که از یک طرف متضمن دست نیافتن تهران به سلاح اتمی باشد و از سوی دیگر تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را تدریجاً لغو کند. نورا شهسوان، صدای آمریکا.